هرچند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان وفاداری کامل جمهوری اسلامی به تعهدهای برجام و قدنامه شورای امنیت را تایید کند اما عالی‌ترین مقام خلصلای سازمان ملل هشدار می‌دهد که خطر بروز یک جنگ اتمی در جهان رو به افزایش است در همین ارتباط بهنام ناطقی از نیویورک گزارش می‌دهد بهنام خب دیروز در جلسه شورای امنیت که به بررسی تعهد عملی کشورها به معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی اختصاص داشت این بلند ترین مقام منع گسترش تسلیحات در سازمان ملل هشدار داد که از تاثیر تلاش های موفقی که بعد از جنگ دوم جهانی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی انجام شده داره به تدریج کاسته میشه خانم ایزومی ناکامیتسو گفتش که معاهده من گسترش بیش از گذشته حالا زیر فشار قرار گرفته و چیز جدیدی جاش نیومده و خطر استفاده از سلاحهای اتمی برای نسل حاضر از نسلهای قبل در جهان بیشتر شده توصیه او به شورای امنیت سازمان ملل این بود که از فرصت سال آینده میلادی که 25 سالگرد تداوم دائمی معاهده من گسترش هست برای تصریح مجدد اون استفاده بکنند. در همین جلسه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای یوکیو آمانو حاضر بود و در اونجا به اعضای شورای امنیت تاکید کرد که هیچ کشوری در برنامه اتمی باید گفت هیچ کشوری الان در دنیا به اندازه برنامه اتمی ایران تحت نظارت نیست دی ایجنسي کنتینیوز تو وریفای د نون دایوژن اف آژانس همچنان به راستی آزمایی در مورد عدم انحراف ایران از تغییر مواد اتمی اعلام شده بر اساس اهنامه عدم گسترش ادامه می دهد. ارزیابی درباره عدم وجود مواد اتمی اعلام نشده و فعالیت های اتمی ایران نیز ادامه دارد. اجرای تمهیدات ایمنی توافق جامع، پروتکل الحاقی و دیگر اقدامات شفافسازی تحت توافق اتمی برجام روی هم قوی تنی سیستم نظارتی در جهان را تشکیل می دهند. خب آقای آمانو گفت که ضمن آژانس فعالیت‌های اتمی کره شمالی رو هم از نزدیک دنبال می‌کنه هرچند چند اظهار امیدواری کرد که مذاکرات جاری با کره شمالی سرانجام به آریسازی این کشور از تسلیحات اتمی بی انجام که گفت آژانس در این مذاکرات سیاسی نقشی نداره در بیانیه مطبوعاتی که دیروز در نیویورک شورای امنیت بعد از این جلسه با مقامات اتمی منتشر کرد اظهار امیدواری شده که سال آینده اتمی من گسترش به روز بشه سال آینده 2020 پنجاهمین سالگرد امضای اولیه این عهدنامه هست و قرار هست که در یک کنفرانس بین مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیره ممنون از گزارش شما به نام ناطقی مستقیم از نیویورک